من برادر بزرگوار، من خودم از برادران اهل تسنن هستم. خب بله، من فقط یک خواهش از شما دارم، کسی که خدایش، قرآنش، پیامبرش یکی است، مسلمان است، چی شیعه است اگر چی سنی است، چرا شما به صفت یک مولای سید، یک بزرگوار، کسانی که توهین میکنند یا به آل پیامبر یا به یاران پیامبر، شما برای دینا اجازه میدین که اینا چنین توهین نیست؟ یک برادر پیشتر میگن که اهل تسنن همه شراب میخورن، همه منطقه سنندج گفت، منطقه سنندج مثل منطقه قندار، ببینید مثلا مثل منطقه قندار در افغانستان، اونجا جماعت عمری همش بچه بازن، همگیش مولویش، عامش، همگیش. خب این حقیقته، این قلوات که در بین شما مردم هست، در حتی در سان فرانسیسکو امریکا، مرکز جهان امجزبازای امریکا و مرکز امجزبازای جهان، باید قندهار را درست بکنه، شهر ملا عمر را. بله، این یه حقیقت عزیزم، شما میخواید منکر بید، یه گناه من نیست برادر. من مولوی هستم، کسی که آقا جان او از شهر خود گفته که در شهر ما این جماعت شراب میخورن، مواد مخدر میکشن. شما به من بگید امروز، شما امروز شما از افغانستان هم هستین برادر من، شما جماعت عمری افغانستان امروز 90% مواد مخدر جهان رو شما تامین میکنید، بعد آمدید میگید ما توهین شده. شما هستید، مولوی های شما، عوام شما، امونایی که مدرسه میرن، مدرسه دارن، حاجی هستن، امونا کشت خشخاش را کی میکنه؟ این کشت خشخاش را کی آمده در افغانستان انجام میده؟ مردم روسیه آمده در افغانستان انجام میده؟ چینی ها آمدن؟ مردم ژاپن آمدن؟ مردم برزیل آمدن در افغانستان انجام میده؟ یا شما عمری ها هستین؟ پررویی برادر من، این رو این رویه یا سنگ پایه؟ 90% یا مرکز یا پیروان توهین کنم برادر من، شما به من بگید همین امروز 90% مواد مخدر جهان را آیا عمریای افغانستان تامین میکنه؟ شما ببینید، ما در مذهب ما کسی که سود میره، سود میخوره، سود میگیره، مثل با مادر خود زنا میکنه. امروز تمام ایران کسانی که اشتباه میکنه، اشتباه، من نگفتم اگر در ایران برادر من، در ایران یک کسی شیعه شراب میخوره، یک کسی برادر من سود میگیره، اشتباه میکنه. من نمیدونم، من میگم بده، من نگفتم شیعیان معصومن، شما نگفتم شیعان معصومن، نه، شیعان گناه هم میکنن، شیعان آدم هم میکشن، بیگناه را هم میکشن، بله هستن، ما ادعا نکردیم که معصومن، ما گفتیم ائمه طاهرین علیهم الصلاه و السلام خدا اونها را معصوم قرار داده. شما کجاشو نمیفهمین برادر من؟ شما اگر همت دارید بیارید یک دلیل دارید بر مردانگی ابوبکر این که میگید یار غار بود، که چی کار کرده در غار؟ میگه خدا لخت کرده. آورده با خدا قسم، این حدیث نه، میگه خدا لخت کرده. سه روز هم لخت اونجا با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، ماشاءالله خدمت شمین بوده. کسی هم این کی روایت کرده؟ نه خود پیغمبر روایت کرده، نه خود ابو بکر. اینا بعد هم براش درست کردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر بله این قبر بی حیا بود که ما یک مرد لخ در غار، اونم کوچیک، همیشه یک نیم متر نیست لخ. دیگر مسخره بازی و معده انتها رسندید شما و مریا، خواستید که تعریف بکنید اما دروغگو حافظه نداره. یا فرماش دارید متاسفی؟ تاسف آل عمری از سیاست تو وحدت بین اسلام امروز باید بوجود باشه. تاسف آل تو داری مولایی فاسد. فاسد ابو بکره، فاسد ابو بکره. اینا الله داره حد شده، ابو بکر خودش لخت کرده اونجا وسط غار، جماعت عمری ناراحت شده. خب خودش من روایت کرد، برادر من، حالا من سندش هم میارم، سندش هم نشان میدم که خودش رو میگیره، ولی خودش رو نخت کرد. ماشاءالله، عجب فضیلتی برای الله در غار بود.